بله ماندانا با دست پر آمد. بله حمید، اول از همه اگه موافق باشی نگاه به ایمیل ها بندازیم. ایمیل اولمون از کوروش هست که نوشته علت اصلی آمار بالای چک های برگشتی رکود بازار و عدم توانایی فرد صادرکننده چک در پرداخت است. نبود پشتوانه قانونی قوی که مجازات های فوری اعمال کنه و حقوقی شدن قضیه شکایت راه فراری برای صادرکننده چک ایجاد میکنه و باعث میشه خیلی ها اقدام به صدور چک های بی محل کنند. این نظر کوروش بود که برای ما ایمیل کرده بود. بیننده دیگری به نام وحید از یزد نوشته که یکی از علل افزایش چک های برگشتی خود دولت است که با این کار باعث از گردش خارج کردن حجم زیادی از نقدینگی جامعه شده تا تورم رو کم بکنه. نظر وحید بود از یزد. علی از رفسنجان نوشته که 99% افرادی که در ایران با چک کارهای مالی انجام میدن توان خرید نقدی رو ندارن و برای همین از چک استفاده میکنن. از اونجا که اوضاع اقتصادی ایران روز به روز وخیم تر میشه، توان مردم برای ریختن پول به حسابشون در زمان مقرر چک کم میشه و چک برگشت میخوره. این نظر علی بود از رفسنجان. ایمیل دیگری داریم از آرش، آرش بچه تهران که نوشته میزان زیادی از چک های برگشتی از ورشکستگی اقتصاد کشور ریشه میگیره که اون هم از شیوع دروغ منتج میشه. این هم نظر آرش بود. و ایمیل دیگری داریم از داریوش که داریوش نوشته مشکل عمده اجرا نشدن درست قانون و حمایت دادگستری از بدهکاران هست. دو ایمیل دیگه هم در انتهای برنامه قبل از اینکه بیام در فکرم نتونستم تو گرافیک بذارمش، ولی مجید از ایران و بهروز از پاریس هر دو نظر مشابهی داشتن و نوشتن که دلیل این مشکل نبود قوانین صحیح و پیگیری مسئله چک‌های برگشتی است. یه نگاهی هم به فیسبوک میندازیم. توی فیسبوک ما بهنام نوشته اگر تا چند سال قبل مردم درآمد کمتری داشتن اما رونق اقتصادی وجود داشت و نرخ تورم کمتر بود، ولی در حال حاضر با افزایش تورم و بالا رفتن هزینه و رکود اقتصادی انتظار افزایش چک های برگشتی خیلی دور از ذهن نیست. و بیننده به نام خودم نوشته که دلایل این مشکل سوء استفاده فرصت طلبان از بی‌نظمی اقتصادی و بیکفایتی سیستم دولتی است. این هم نظر خودم بود. همچنین مرسی مانا جان، همچنین موضوع رو در فیسبوک ما، وبلاگ ما، ایمیل ما و پیامگیر ما میتونید ادامه بدید موضوع برنامه امشب رو. سپاسگزارم. خیلی ممنون. موضوع برنامه فردا شب روی خط، چهارشنبه سال روز انتشار نافرمانی مدنی و اعتراض مسالمت‌آمیز توسط گاندی رهبر هندوستان، و به این بهانه همکارم آرش سیگارچی میخواد در برنامه فردا شب به موضوع نافرمانی مدنی بپردازه. نافرمانی مدنی یه جور اعتراضه که طی اون مردم بدون اینکه تخلف یا جرمی مرتکب بشن با حکومت به مخالفت میپردازن. این برای کشورهایی که نظام دموکراتیک ندارن یا با مخالفان سیاسیشون به سرعت برخورد میکنن یه روش خوب محسوب میشه. برعکس روش های خشونت‌آمیز مثل حمله و ترور و درگیری، نافرمانی مدنی بیشتر در سکوت و آرامش برگزار میشه. همکارم آرش فردا شب میخواد نظر شما رو در مورد نافرمانی مدنی بدونه. آیا نافرمانی مدنی روشی مناسب برای اعتراض به حکومت هاست؟ آیا چنین روش هایی میتونه حکومت رو به تبعیت از خواسته مردم وادار بکنه؟ حتما بیاین روی خط و نظر بدید. از همین الان هم میتونید روی پیامگیر برنامه ما نظر بگذارید. 001-202-205-9942 بعد از گرفتن این شماره کد 92 یا همون داخلی 92 رو بزنید و پیامتون رو تا 2 دقیقه برای ما بفرستید. ایمیل و وبلاگ و فیسبوک برنامه رو هم فراموش نکنید. پس فردا شب با آرش نظر شما در مورد نافرمانی مدنی. خب اینه که گفتم، اما وقت دارم که با شما صحبت بکنم در مورد موضوعات برنامه. ببینید موضوعات برنامه درسته که برنامه ما تمام میشه، ولی شما عزیزان میتونید از طرقی که من گفتم با ما در تماس باشید و حتی خودتون میتونید با همدیگه شروع کنید به تحلیل و بررسی کردن و موضوعات رو در واقع با همدیگه به گفتگو گذاشتن و تبادل نظر کردن. و فیسبوک برنامه ما، من میدونم بسیاری از شما از من پرسیدید که فیسبوک برنامه یه مقداری سخت ما پیداش میکنیم. فیسبوک ما روش هست روی خط، روی خط و
وقتی داخل شدید تو فیسبوک یه دونه گروپ داریم روی اون، وقتی که برید گروپ صدای شما خط مورب روی خط هست که میتونید در اونجا نظرتون رو بگذارید. وبلاگ ما رو هم حتما یادتون باشه، بخش نظرسنجیش رو هم حتما فراموش نکنید. تا درودی دیگر بار، سلامت باشید هر جا که هستید.